मौला मौला मेरे हमेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हमेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे خوب فکر کنی من اینقدر قیمت بالایی واسه گفتن حقیقت بهتون میدم که از گفتن حقیقت پشیمون نمیشین دیگه، هر جور خودتون راحتی. باشه باشه، ببینی خانم این کار نیکه، واسه همین من مجبورم بهتون بگم. در ضمن این رانندتون قابل اعتماد هست دیگه. شما بهم قول بدین که این حرفو به هیچ عنوان به هیچ کس نمیگین. نگران نباشین. ببینی خانم، اون پسر علی کاظمی و اون دختری که همراهش بود و من تو بازداشتگاه نگه داشته بودم و پرونده مواد مخدر براش باز کردم تا اون نتونه به عروسیش برسه. همه اینا رو من نکردم، بلکه به گفته اون عمه ناهیدش این کار انجام دادم. راستش من خیلی بهش فهموندم که خانم این کارو نکن، این ظلمه، این برادر زادته، ولی اون قبول نکرد. راستش اون بیچاره خیلی جیغ و داد زد و خیلی گریه کرد که منو ول کن، من امشب عروسیمه. اما چی کار میکردم؟ اونو نمیتونستم آزادش کنم، منم مجبور بودم یه سری کارا رو انجام بدم. باید شغلمو یه جوری ادامه بدم دیگه خانم. یه اشتباه شما زندگی 3 نفر رو نابود کرد. شما اصلا میتونین این یونیفورم واسه محافظت از مردم میپوشه، ولی شما راستشو بخواین تمنا خانم، من خیلی ناراحت شدم و اشتباه بزرگی ازم سر زد. من نباید این کارو میکردم، اما این مسائل تقصیر من نیست، همش تقصیر اون عمه. ولش کن، شما برین از اون بپرسین. من نیازی ندارم از کسی چیزی بپرسم. راننده نگه دار. شما میتونی بری. راستی این نقد میشه دیگه نه؟ خداحافظ. این داره دروغ میگه تمنا. من و استاد تموم شب تو بازداشتگاه این آدم بودیم. جناب سرگرد چرا این کارو میکنی؟ این مسئله زندگی ما دوتاست. من نمیتونم به چه دلیلی این کار انجام دادین، ولی امروز جلوی اینا حداقل راستشو بگین. تمنا لطفا حرفمو باور کن، لطفا منو باور کن، من دارم به راستشو میگم. تمنا من فکرشم نمیکردم تو منو تنها بذاری، اونم تو شرایطی که از همه بیشتر به نیاز داشتم. من قبول دارم که عمه اشتباه کرده، اما اینم یادت باشه که
اون دوتا خیلی تنها شدن. کجان و تو چه حالین؟ تو یه بار اجازه بده من به اینی زنگ بزنم. تو چرا حرف من رو نمیفهمی اصلا؟ چرا هر بار اسم اونا رو میاری؟ گفتم که نمیخوام باشون رابطه‌ای داشته باشم. همونطور که اونا محبت من رو فراموش کردن، من خیلی هم من رو دوست داشتم، اما اون در عوض میخواست جون من رو بگیره. این من بودم که فقط توهم داشتم. حسنا اون من رو دوست نداری. من نمیتونم ببخشمش حسنا. همه دیگه نه تو این خونه و نه تو دلم جایی نداره. علی چی داری میگی؟ حسنا من تو زندگیم یه سری اصول دارم. اول اینکه من فریب رو تحمل نمی کنم. مادر آخرم بهت بگم، هیچ وقت از حرفم بر نمی کردم. شده اینی؟ خوابت نمیبره؟ چطوری میتونم بخوابم مامان؟ پشه ها مگه میذارن بخوابم؟ واقعا؟ من که اسپری زده بودم دخترم. پشه های اینجا کنن، اون اسپری مدل اینجا تأثیری نداره. چرا عصبانی میشی عزیزم؟ من میدونم که از اینجا بودن راضی نیستی و بدت میاد از اینجا، ولی به اینم فکر کن، اگه من بعد مرگ بابا تو رو از اینجا نمی بردم و تو اینجا بزرگ می شدی، اون وقت باید همه چی اینجا خوشت می اومد و از هیچی بدت نمی اومد. بازم همون هست؟ مامان شما نباید من از اینجا می بردین. حالا که از اینجا بردین، نباید همه چی رو ول می کردین و دوباره بر می گشتین. شما اون زمان هم عجله کردین، الانم عجله کردیم. اینی بس کنین، بذارین بخوابم. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن.
چیز کاری داشتی؟ نه، فقط خوابم نمیومد. من که بهت گفتم رو مبل خوابت نمیبره، بیا اینجا بخواب. موضوع این نیست. پس موضوع چیه؟ هیچی نیست، میرم هر طور شده بخوابم، تو هم بهتره بخوابی. باشه. شب بخیر. شب بخیر. تمنا کجایی تو؟ کم کم دیگه خوابم گرفته، دیر وقت شده و این خیالشم نیست. من اینجا الکی منتظرشم، معلوم نیست کجا رفته، نکنه یه وقت پیش علی رفته باشه. تمنا جون شما کجا بودین؟ شما حالتون خوبه؟ اینم آدم عجیبیه، چرا جوابمو نداد؟ منم برم بخوابم بابا، چرا همش باید منتظر این بمونم؟ بیلو نمیدونم این کجاها داره میره و میاد. مامان تو هم منو گیره، چه آدمی انداختی ها. خدا رو شکر از اتاق بیرون اومدی، من برات صبحونه تازه درست میکنم. آه علی، اینجا نه، اینجا بشین. اونجای بزرگ خونه یعنی همه است. درسته که اون با همونیست، ولی من هیچ وقت نمیخوام جاشو بگیرم. علی اگه اینقدر دلتنگشی حداقل یه بار بهش زنگ بزن. نه، نه، من این کار رو نمی کنم. آخه تا کی میخوای اینطوری کنی؟ تو باهاش پیوند خونی داری و این پیوند به این راحتی تموم نمیشه. پیوند با احساس به وجود میاد دوستان، و وقتی احساس تموم بشه هیچ پیوندی باقی نمیمونه. هیچ پیوندی باقی نمیمونه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من صبحونه‌تو میارم. Thank you.
صبح بخیر دخترم. صبح بخیر مامان. راستی اینی، من صبونت حاضر کردم و تو آشپزخونه است. سر وقت بخور عزیزم. مرسی. شما چای میرین؟ آره. کجا؟ خب شرکت دیگه، پس کجا؟ مامان شما چتون شده؟ چطوری میتونین برین شرکت؟ چرا؟ اون شرکت مال منم هست. واقعا؟ اگه اینجوری اون خونه هم مال شما بود. تو چی میخوای بگی؟ خیلی ساده است مامان. علی همه روابطش رو با شما تموم کرده. وقتی اون شما رو از زندگیش بیرون کرده، آیا اینو تحمل میکنی که برین شرکتش؟ اون شرکت فقط مال علی نیست، مال منم هست. من روز و شب تلاش کردم که اون شرکت رو به اینجا برسونم. همینو من بهتون گفتم مامان. شما باید با علی حرف میزدین، اینجوری خونه رو ترک نمیکردین. من هر کاری کردم کاملا درست بود. این کاری که الان میکنین خیلی اشتباهه. دیگه تحمل تحقیر شدنتون رو ندارم. به این فکر کنین که اگه رفتین شرکت و علی شما رو از اونجا بیرون کرد، واسهتون آبروی میمونه. پس من چی کار کنم؟ چطوری زندگی رو بگذرونیم آخه؟ مامان تو حسابتون هیچی پول نیست؟ همه یه حسابای من و علی مشترکه. بدون امضای ما دوتا هیچ چکی نقد نمیشه. من هیچ وقت تو حساب شخصیم زیاد پول نمیریختم که علی شک نکنه. این یعنی علی هم بدون امضای شما نمیتونه چک و نقد کنه. پس اون خیلی زود پیشتون برمیگرده و با هاتون حرف میزنی. الو؟ من فکر نمی کنم این نقش بهش بیاد. من یکی رو میخوام که پر انرژی و کاریزماتیک باشه. من بعدم باهاتون تماس میگیرم. ای بابا، چرا تو چای آوردی؟ پس خدمتکار کجاست؟ من کار کردم برای شما رو دوست دارم. الان میام. کجا داری میری؟ میرم صبونت رو درست کنم. حالا صبونه هم میخورم. فعلا بیا بشین. حسنا، داشتم به این فکر میکردم از وقتی که اومدی تو این خونه من هیچ جا نبردم ایت. علی من میدونم که تو خیلی حواست به ام هست، ولی اینم میدونم که از روزی که من و تو با هم عقد کردیم تو با مشکلات زیادی روبرو شدی. واسه همین من نه اصلا بهش فکر کردم و نه اصلا همچین توقعی دارم. نه حسنا، همه اشتباهات از منه. من در واقع نتونستم تو رو درک کنم و رفتار درستی باهات داشته باشم. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. اما من الان میخوام اشتباهاتم رو جبران کنم. تو هیچ اشتباهی نکردی علی، همین که کنارمی برام کافیه. من میخوام که با هم بریم سفر و یه خورده با هم در واقع وقت بگذرونیم تا هم تو منو بهتر بشناسی و هم من تو رو. ما میخواییم یه عمر با هم زندگی کنیم حسنا. برای همین، برای رسیدن به درک و تفاهم، احساس میکنم باید بریم سفر. سفر برای هر دوی ما خوبه. کجا دوست داری بریم؟ یعنی چه جایی رو بیشتر دوست داری که با هم بریم؟ هر جا که تو بخوای. نه، این دفعه تو باید بگی کجا بریم. بالاخره یه جایی هست که دوست داشته باشی بری. بیشتر از کجا خوشت میاد که اونجا رو بری و ببینی؟ علی، بیشتر از سفر هم سفر مهمه و من اونو دارم.
پس ما هر جایی بریم اونجا با بودن در کنار تو زیبا به نظر میرسه. تو همونقدر که خوبی حرفای خیلی خوبی هم میزنی. فرح گوش کن. بله. خانم کجاست؟ تو اتاقشه. باشه برو. حتما داره گریه میکنه. هر وقت که میبینیش داره گریه میکنه. شاید مامان راست میگفت. این الان بهترین فرصته. چون تمنا همیشه غمگین و پریشونه. الان موقعیتی که هر برگی رو که بهش بدم امضا کنه راحت امضاش میکنه و روحش هم با خبر نمیشه. آره بیلو، این بهترین فرصته. احمق، برو برگی ها رو بگیر. آها، من با اون هیچ رابطه ای نمیخوام داشته باشم، فهمیدی؟ اما من تو حساب شخصیم پول رو انتقال میدم. خب الو. بله آقای مدیر. بله بله، ناهید هستم. میخواستم از حساب مشترکم یه مقدار پول به حساب شخصیم واریز کنم. چی؟ بله درسته، درسته. بله خیلی ممنون. چی شده مامان؟ مدیر بانک چی گفت؟ من مدیر بانک میگفت که علی امروز صبح همه حسابا رو خالی کرده. اون به من شک داره. مامان موضوع همینه دیگه. حالا اگه علی هم بخواد نمیتونه بهتون اعتماد کنه. من نمیفهمم که الان چی کار کنیم. من نمیفهمم اینو. مامان داشتم فکر میکردم یه کاری پیدا کنیم. نه خیرنی، با وجود من نیازی نیست تو کار کنی. من از علی حقمو میخوام. چه حقی مامان؟ شما حق علی هم گرفتیم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ای بابا تمنا جون، شما که اینجا نشستین من همه خونه رو دنبالتون گشتم. چرا؟ شما حالتون خوبه؟ دیشب هم که دیر کرده بودین، همه چی رو به راهه؟ آره من حالم خوبه. راستش حق ندارم چیزی بگم، ولی اگه مشکلی دارین به هم بگین، شاید بتونم کمکتون کنم. من به کمک کسی نیاز ندارم. در ضمن الان هیچ کس نمیتونه کمکم کنه.
چی شده؟ اینجا چی میخوای؟ راستش یه سری برگه های بانکیه. حساب جدید باز کرده بودین نه؟ از طرف بانک اومده. آره، ولی مدیر میگفت باید اونجا برم واسه امضا کردن. آره درسته، ولی وقتی که فهمیدن عمه فوت شده به خاطر همین برگه ها رو فرستادن خونه. باشه، بذار امضاش میکنم. نه باید الان امضاش کنین. راستش بانک نمیدونم چرا عجله داره. باشه، بگو کجا رو امضا کنم. الان میگم. بفرمایید. تا دیگه یه خورده دیگه مونده. این اینم آخریش. علی، تو این سفر رو به خاطر من میری؟ حالا چه نیازی به این سفر بود؟ به خاطر تو نه، به خاطر خودمون. ولی از کجا معلوم وقتی که از اونجا برگردیم همه چیز رو فراموش کنیم؟ چرا که نه؟ خاطرات جدیدی که با تو میسازم خاطرات قدیمی رو از بین میبره. علی، تو خیلی خوبی. اینو که خودم هم میدونم، ولی نه بیشتر از تو. تو بیشتر از من خوب. حالا بریم. مالا مالا میره همیره تو ہی سہارا. مالا مالا میره همیره تو ہی سہارا. دیدی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.